با سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، کارگران، معلمان، همه مزدبگیران، به خصوص جوانانی که عمری تحصیل کردند و یا به خدمت سربازی رفتند، مدارکی گرفتند، تخصصی پیدا کردند، در جستجوی اشتغال هستند، در جستجوی ادامه تحصیل هستند، ولی با روند کنونی که حکومت در برابر اونها قرار داده نمیتونن که به آرزوهای خودشون دست پیدا کنن. به همین دلیل وارد مبارزه میشن، اعتراض میکنن، چه در دوران دانشجویی و چه در دورانی که در جستجوی کار هستن و یا زمانی که اتفاقاتی در کشور میفته که اون اتفاقات تبدیل به یک فاجعه ملی میشن. از جمله این اتفاقات که متاسفانه از پریشب در کشور ما اتفاق افتاده و جان هزاران ایرانی متاسفانه به خطر افتاد، کشته شدند، زخمی شدند، بی خانمان شدند و آینده و سرنوشت خودشون رو از دست دادن، یکی دیگر از این فاجعه های ملی است که صرفاً با گفتن یک تسلیت، یک ابراز همدردی و یک بیان فقط ماجرا تمام نخواهد شد، چرا که این اتفاقات اتفاقات عجیب و بغرنجی است که هممیهنان ما دچار این وضعیت ها میشن و چرا این وضعیت در کشور ما ادامه داره. یعنی فاجعه از پشت فاجعه، خبر بد از پشت خبر بد، هنوز مردم از یک بحران بیرون نیامدن، به دامن بحران دیگری میفتن. هنوز یک مسئله رو نتونستیم حل بکنیم، یه مسئله دیگه شروع میشه. چه سیاست و چه دست‌های پشت پرده‌ای هست که این ماجرا رو به این شکل داره رقم میزنه و ما مردم چطوری فکر میکنیم نسبت به این موضوع خودمون که آیا در مقابل این اتفاقات چطوری بایستی برخورد بکنیم و چطور اون ابزارهای قدرت رو از چنگ کسانی که این بحران ها رو شدیداً و پیاپی بر سر مردم و میهن ما میارن متوقفش بکنیم. به هر حال به لحاظ سنتی خب معمولاً تسلیت میگویند، همدردی میکنند و همراهی میخوان بکنند با کسانی که این صدمات رو دیدند و دعوت به همکاری و همبستگی و دادن کمک ها، پشتیبانی ها و التیامی برای قلب بازماندگان، کسانی که رفتن که متاسفانه رفتن و تاریخی از اونها باقی میمونه، خاطراتی میمونه و اون رنجهای تلخی که در زندگی کشیدن در دورانی که برخورد کرد به این حکومت لعنتی ولایت فقیه که بجز ویرانی و گرسنگی و محرومیت و بیکاری و فقر و فلاکت و زلزله و چه میدونم مترو یه جا بریزه، یه جایی پلاسکو آتیش بگیره، یه جای مردم رو تو زندان ها بکشن، یه جای شکنجه بدن و همینطور جامعه رو میپیچونه در گرفتاری و خبرهای بد و آزاردهنده. اما چه باید کرد؟ آیا باید تسلیم این وقایع شد؟ آیا باید تسلیم این حکومت شد؟ آیا باید تسلیم شرایطی شد که اینها به وجود آوردن؟ با بیتوجهی خودشون، با بیمسئولیتی خودشون، با سوء نیت ها، با بهره برداری از منافع ملی به سود جیب شخصی و ویران کردن کشور و اینطور یک ملتی رو بیپناه کردن، چرا که دولت ها، حکومت ها مغز هر جامعه هستند. اون جامعه رو باید سازماندهی بکنن، اون جامعه رو باید مدیریت بکنن، اون جامعه رو بایستی به اصطلاح ابزارهای حرکتش رو براش فراهم کنن. ولی وقتی متاسفانه اون بدن اجتماعی که ما مردم هستیم توجه کاملی نکردیم به اینکه داریم کدوم مغز رو تربیت میکنیم، با چه روشی تربیت میکنیم، چه کار داریم میکنیم، حدود 40 سال هست که افتادیم در یک فریب بزرگ، یک فریب بزرگی که ما رو به این نقطه کشونده که حتی این اتفاق ویرانگری که افتاده، این زمین لرزه‌ای که شده، واقعا مردم نمیدونن چی شده، شک دارن. بعضی میگن زلزله است، بعضیا پیام میفرستن نیست، عکس‌ها و فیلم‌های میفرستن از نورهایی که در آسمان دیده شده،
انفجارات عجیب غریبی که در آسمان صاف بدون ابر مثل رعد و برق به وجود اومده، فیلم زیاد فرستادن، گزارش‌های از اینکه سپاه تونل‌های رو حفر کرده در اعماق چندین کیلومتری در برخی از این مناطق کوهستانی که اون مناطق رو ممنوعه اعلام کردن، کارشناسان روسی و نمیدونم چینی و سپاه اون بالا چه کار میکنن که ممنوع کردن اونجا رو، چرا الان ممنوع کردن که خبرنگاران خارجی به اون مناطق نرن، چرا ممنوع کردن که حتی خبرنگاران داخلی به این مناطق غرب کشور که اینطور ویران شده نرن. تکلیف این کسانی که یه عمری پسنداز و مال و اموالشون رو فروختن، طلای زن و بچهشون رو فروختن، بعد وام گرفتن 28% سود دادن و بعد از چندین سال یک لونه های خرابی به نام مسکن مهر بهشون دادن و همه اونا ویران شده ریخته و در مقابله با عکسایی که میاد توی این تلگرام هزار هزار تا ساختمان هایی که دیگران ساختن، ساختمان هایی که مسکن مهر و حکومت ساختن، این ویرانه چرا؟ این پولی که مردم دادن، این عمری که مردم گذاشتن، این بهره هایی که دادن، خونه که ویران شده و حالا وثیقه ها و بدهی مردم تو بانک ها مونده، کی میخواد جواب اینا رو بده؟ چرا وقتی این اتفاق افتاده خبررسانی نمی کنه؟ سیمای میلی که به میل رهبر این ولایت فقیه و جمهوری اسلامی کار میکنه چرا حقایق رو نشون نمیده؟ چرا به این روستاهای دوردست نمیرن؟ روستاهایی که ما خبر داریم 40 خانوار بودن کشته شدن، فقط 10 تا دونه بچه باقی مونده، روستاهایی که تو سرما موندن، یخ دارن میزنن، آب ندارن، برق ندارن، نون ندارن، هیچی ندارن، و بعد این حکومتی ها میگن که نه ما برقشون رو وصل کردیم. خبرنگار همین سیمای میلی رو در روی مسئول برنامه تلویزیونی خبر و خانم میسته و میگوید که بابا من روبروی فرمانداریم، جلوی فرمانداری وایسادم، برق نیست تو خیابونا، تو کوچه، خود فرمانداری حتی برق نداره. بعد اون خانم میگه مدیر کل نمیدونم مسئول برق استان اعلام کرده نه ما مشکل رو حل کردیم، خیابانهای اصلی و جاهایی که لازم برق داشته باشن برق دارن، سر پل ذهاب، قصر شیرین، اسلام شهر، نمیدونم قدقدی میگفتن شادآباد، اطراف کرمانشاه، حتی تا بعضی از روستاهای مناطقی از همدان و کلن اصلا یک بساطی است در اطراف حلبچه و زنگوله و جاهای دیگری که حالا اسماش دونه دونه داره میاد بیرون. ویرانی اینقدر وحشتناک است که حتی راه نیست که کسی برود و نمیتونن برن، و بحث کمک کردن که مردم دیگه نهادهای حکومتی رو قبول ندارن و به اونها کمک نمی کنن و کمک هاشون رو میفرستن برای نهادهایی که خود مردم دارن تشکیل میدن، نهادهایی که خود مردم عملا دارن جایگزین حکومت میکنن، و این نهادهای مردمی هم که شروع کردن به مدیریت به اصطلاح بحران، مدیریت این فقر و فلافتی که بر سر همه اومده. گزارشی رو داریم در رابطه با نهادهای مردمی که عملا جایگزین نهادهای حکومتی میشوند. این گزارش رو دوستان ما از خود مناطق به اصطلاح ویران شده و آسیب دیده منتشر کردن، عکسای رو جمع کردن فرستادن از جوانرود، از نمیدونم اطراف کرمانشاه، جای مختلف، شهرهای کردستان، سقه، سنندج، ایلام، تمام ایلام به خصوص لرستان تا بروجرد، و نشون میده که خود مردم هستن که شروع کردن به کار و منتظر حکومتی ها نیستن و با دست خودشون اینها رو جمع آوری میکنن، لباس ها رو، مواد غذایی و آب و هر چیزی که میتونن، پتو، چادر، و اینها رو سعی میکنن ببرن و برسونن به دست اون مناطق دوردستی که در این زمین لرزه وحشتناک قرار گرفتن و متاسفانه هیچ گونه حمایت و کمکی نمیشه. نیروی ارتش اونجا فقط دیده شده، بخش از جوانان ارتشی از واحدهای مختلف که اونجا حضور پیدا کردن، در کنار مردم قرار گرفتن، کمک رسانی کردن، و ما امیدواریم که این نهادهای مردمی که حالا شکل گرفتن حداقل بتونن خودشون رو حفظ بکنن
و در فرایند آینده‌ای که تو کشور قرار طی بشه، این جایگاه مدیریت بحران و این جایگاه مدیریت اجتماعی و خودمدیریتی که مردم الان ایجاد کردن رو حفظ بکنن برای آینده و مدیریت شهرها، روستاها، استانها، و به همین ترتیب این نهادهای مردمی بمونن در میدان، بمونن در عملکردها، همین کسانی که با هم هماهنگ کردن، این چادرها رو زدن، مردم محل بهشون اعتماد دارن، اعتقاد دارن، به درخواست اونا گوش میکنن، به شماره حسابشون پول میریزن، وقتی یه جای چادر میزنن کمک ها رو میارن بهشون میدن، و این افراد میتونن جایگزین شایسته باشن برای کسانی که حکومت اونها رو فاسد کرده، برای جایگزینی به جای نهادهای حکومتی که عملا مردم بهشون اعتماد ندارن. دیدیم نه به سپاه، نه به بسیج، نه به این هلال احمری که اینا میگن حالا صلیب سرخ جهانی یا شیر خورشید سابق، و مردم عملا خودشون آستینا رو بالا زدن، کمک ها رو دارن جمع آوری میکنن، کمیته های مردمی رو راه اندازی کردن، و امیدواریم که اینها بمانند و به تدریج مدیریت از کف و مدیریت دموکراتیک و مشارکت از پایین رو خود مردم ساماندهی بکنن و به این ترتیب حکومت رو با کمترین هزینه خلعش کنن و کنارش بگذارن و حکومت رو اجازه ندن که دیگر ابزارهای مدیریتی که حداقل در بخشی از جامعه الان در بخش کمک رسانی ها به این شکل زیبا خود مردم راه انداختن و از همه دنیا هم به همین ها اعتماد دارن و کمک ها رو هر کسی کسی رو میشناسه در مثلا اسلام آباد، در سر پل ذهاب، در قصر شیرین، در کرمانشاه، در سرقز، سنندج، شهرهایی که نزدیک به این منطقه و حتی تهران یا شهرهای دیگه، به اونها کمک هاشون رو میرسونن تا اونها از طریق آشنایانی که در همون مناطق دارن و به اونها اعتماد دارن و میدونن اونها دزدی نمی کنن، خیانت نمی کنن و مثل این دولتی ها، حکومتی ها چپو نمی کنن، از طریق اونها ببرن توی مناطقی که آسیب دیدن و برسونن به دست مردمی که بایستی ازشون حمایت ملی و جهانی بکنیم. در ادامه یه خبر فوری الان دوستان من روی سایت خبرگر گذاشتم که با اتاق فرمانم هماهنگ نبود، ولی چون خبر بسیار بسیار مهمی هست اون رو هم من به اطلاع هممیهنانم ترجیح میدم برسونم و نشون بدیم که نه فقط مردم ایران که دنیا هم به حکومت ولایت فقیه اعتماد نداره. اگر که لطف کنن نشون بدن اتاق فرمان، اولین خبری که الان آمد و روی سایت خبرگر هست، اون بالای همه بالاترین خبر، در رابطه قطعنامه در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که همین الان منتشر شد و دوستان من روی سایت گذاشتن، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب شد و نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه رو محکوم کردند و این محکومیت مجدد ضربه سنگینی است به این حکومت ضد بشر. و چند هفته دیگر هم دوباره در مجمع عمومی این قطعنامه مجددا به رأی گذاشته می شود و قاعدتا هم دوباره تصویب خواهد شد، 83 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف. میبینید دست حکومت که خالی شده و نمیتونه پول بده به حتی کشورهای خارجی، تعداد رأی هایی هم که توی مجمع عمومی دارن میگیرن به سود حکومت کم شده و خوشبختانه اکثریت نمایندگان حکومت ها رأی واقعی رو میدن به نقض حقوق بشر در ایران که توسط حکومت ولایت فقیه داره صورت میگیره. خب این خبر خوشی است، نشون میده به مردم ایران، به مبارزان راه آزادی و حقوق بشر که ببینید که چقدر مهم هست. 83 کشور دنیا این حکومت رو محکوم میکنن و 68 کشور ممتنع، و این آرای بالا و سنگینی است برای قضاوت درباره حکومتی که 24 ساعته داره نقض حقوق بشر میکنه، مردم ایران رو آزار میده، اونها رو از کار، شغل، آموزش، تحصیل، زندگی، انتخاب نوع لباس، انتخاب نوع اندیشه،
داشتن بیمه، داشتن امکانات، حقوق بشری، همه اینا شامل حالش میشن، هم آزادی ها و هم عدالت اجتماعی. و جمهوری اسلامی همه اینها رو از مردم ایران سلب کرده و این رأی محکومیت پیروزی تمام کسانی است که در سراسر جهان برای افشای این حکومت ضد بشر با دست خالی تلاش کردن، با اطلاع رسانی، با ترجمه اخبار و اطلاعات، با مقاومتی که زندانی های سیاسی، زندانی هایی که همیشه من عکساشون اینجا دارم تعدادی رو که یادآوری بکنه به بیننده های ما، اینها همیشه هستند و به خاطر مقاومت اینهاست که نقاب از چهره این حکومت کنده شده و اینطور محکوم شده. امید که نیروهایی که در داخل ایران هم برای دفاع حقوق بشر، دفاع از آزادی و گذار از این نظام ولایت فقیه تلاش میکنن، با دیدن این حمایت بین المللی و این رأی بالا و تلاشی که ماها در خارج از کشور کردیم و این رأی صادر شده، دلگرمتر بشن و به مبارزه مستمر خودشون در تمام ابعاد اعتراضی، اعتصابی، کارگرها، معلمها، مالباختگانی که حالا بیدار شدن و دیگه اعتماد به این حکومت ندارن و سندیکالیست‌ها، شورای‌ها، کمیته‌های مختلف کارگران، مزدبگیران، پرستاران، زحمتکشان، گام‌های بزرگتری برای رسیدن به آزادی و حذف این حکومت و این شری که گریبانگیر کشور شده با هم برداریم. علاوه بر این خبر، یک نامه بسیار مهم، شجاعانه و غم‌انگیز از زندانی عزیزمون علیرضا گلی‌پور داریم. سال‌هاست ایشون در زندان هستند زیر بار شکنجه های نظام ولایت فقیه، اما همیشه مقاومت کردند و تسلیم نشدند و اون چیزهایی رو که بازجوهای حکومت ولایت فقیه از علیرضا گلی‌پور خواستند که بگوید تا آزادش کنن نگفته است و حقیقت رو گفته است. علیرضا گلی‌پور از جوانانی است که به خاطر انسانیت، به خاطر عدالت، به خاطر حقوق و حداقل‌های زندگی در کردستان مبارزه و مقاومت کرده و وصیت‌نامه شجاعانه‌ای نوشته و گفته من اگر که با دست خالی دار فانی را وداع می‌گویم، خوشحالم که تونستم روی عقیده خودم بایستم و اگر این حکومت هر لحظه‌ای که جان مرا بگیرد، من سربلندم که به خاطر دفاع از حقوق مردم و آزادی‌های مردم مبارزه کردم. این جوانانی است که در نظام ولایت فقیه آبروی ایران و ایرانی هستند. باشد که ما کمک اونها کنیم، خبرهاشون رو برسونیم، برای آزادیشون بریم جلوی زندانها و فریاد آزادی اونها رو سر بدهیم. در قسمت بعدی چند تا عکس دیگه هم هست از جمع‌آوری کمک‌هایی که مردم دست به کار شدن تا باز هم کمک جمع بکنن، که خواهید دید در سایت خبرگر اتاق فرمان به من اشاره میدن که برنامه ما خیلی زود وقتش به پایان رسیده. امیدوارم که در برنامه‌های دیگر بتونیم که اطلاع رسانی و همفکری و همیاری داشته باشیم. با ما در تماس باشید، همینطور عکس‌ها، ویدیوها، فیلم‌ها و نظریاتتون رو برای ما بفرستید. دوران آزادی نزدیک می‌شود. بدرود تا روزهای بهتر با تلاش‌های بیشتر.